شهر کابل که از سوی اتحادیه ورزشکاران افغانستان برگزار شده بود، امروز با قهرمانی تیم پوهنتون تعلیم تربیت به پایان رسید. اتحادیه جوانان مسابقه را برگزار کرده بود. در این مسابقات ما مقام اول گرفتیم. در مقابل ما تیم اکادمی پلیس بود که پنج میدان مسابقه شد و ما تانست که میدان پنجمه برد کنیم و مقام اول بگیریم. این رقابت ها با حضور شش تیم از سراسر شهر کابل راه اندازی شده بود و در نهایت دو تیم پوهنتون تعلیم تربیه و آکادمی پلیس با شکست حریفان خود به فینال این رقابت ها رسیدند. در نهایت تیم پوهنتون تعلیم تربیه بود که توانست با شکست 3-3 آکادمی پلیس و مقام قهرمانی دست یابد. هدف از برگزاری مسابقات ما تحکیم روابط بین نیروهای پلیس و نسل جوان بود که خوشبختانه ما به اهداف ما نزدیک میشیم. میبینیم که پلیس جایگاه خود را ما در جامعه پیدا میکنه و روابط جوانان با پلیس بیشتر میشه. این مسابقات از تاریخ 24 ثور در زون شمشاد و با اشتراک 6 تیم برگزار شده بود که در پایان تیم های پوهنتون تعلیم تربیه، آکادمی پلیس و لیسه غازی با ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. گفته می شود در آینده نزدیک تورنمنت 3 روزه فوتبال نیز از سوی اتحادیه ورزشکاران در ولایت پروان راه اندازی خواهد شد. هدف از راه اندازی این مسابقات رشد و پیشرفت ورزش آنان شده است. رئال به مسافه آلمریا می رود. در چارچوب هفته 38 رقابت های لالیگا اسپانیا امشب یک دیدار انجام می شود که تیم رئال مادرید به مسافه آلمریا می رود. سایر دیدارهای این هفته از رقابت های لیگ اسپانیا فردا شب انجام می شود که لاکرونیا با والنسیا، اسپانیول با سویا، ارکولز با خیخون، لوانته با ساراگوسا، مالاگا با بارسلونا، مایورکا با اتلتیکو مادرید، اوساسونا با ویارال، ریسینگ سانتاندر با بیلبائو و رئال سوسیداد با خطافه دیدار می کند. در جدول هم بارسلونا، رئال مادرید و والنسیا با ترتیب با 93، 89 و 68 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. لیگ برتر انگلیس یک شنبه شب با انجام چند دیدار به پایان می رسد. رقابت های هفته 38 لیگ برتر انگلیس فردا شب با انجام چند دیدار آغاز می شود که در مهمترین آنها تیم فوتبال آرسنال به مسافه فولام می رود. در سایر دیدارهای این شب استون ویلا با لیورپول، بولتون با منچستر سیتی، اورتون با چلسی، منچستر یونایتد با بلکپول، نیوکاسل با وستهام، استوک سیتی با ویگان، تاتنهام با برمنگام، وستهام با ساندرلند و ولورهمپتون نیز با بلکبرن دیدار میکند. در جدول هم من یونایتد با 77 امتیاز در صدر است، چلسی با 6 امتیاز کمتر در مکان دوم و سیتی با 68 امتیاز سوم است. در ایتالیا هم دیدارها به طور همزمان آغاز می شود. در چارچوب هفته 38 لیگ ایتالیا یا کالچیو فردا شب 10 دیدار به طور همزمان برگزار خواهد شد. در این شب بولونیا با باری، برشا با فیورنتینا، کالیاری با پارما، جنوا با چزینا، اینتر میلان با کاتانیا، یووه با ناپولی، لچه با لاتسیو، پالرمو با کیوو، ایسرون با سامتوریا و ایس میلان نیز با اودینزه دیدار میکند. در جدول هم پس از میلان قهرمان، اینتر میلان با 73 امتیاز دوم است، ناپولی با 69 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. و خبری حیرت انگیز از دنیای نقل و انتقالات. مانچینی حاضر به پرداخت 200 میلیون پوند برای به دست آوردن رونالدو است. سرمربی تیم فوتبال منچستر سیتی گفته در شرایطی که قرارداد راحت می تواند برای جذب کریستیانو رونالدو 200 میلیون پوند هزینه کند. روز جمعه مهمترین خبری که در ارتباط با آبیانری های شهر منچستر انتشار یافت ابراز علاقه سیتی ها برای جذب ستاره پرتغالی حال حاضر رئال مادرید و اسبق منچستر یونایتد در ازای 150 میلیون پوند است. پس از اینکه اعلام این خبر تحلیل های متفاوتی در سطح رسانه ها صورت گرفت، کارشناسان چنین انتقالی را بعید تلقی کردند، ولی روبرتو مانچینی مجبور شد خیلی سریع واکنش نشان دهد. سرمربی منچستر سیتی گفت حرف
حرف منچستر سیتی شوخی نیست. پتانسیل مالی تیم به حدی است که می توانیم به راحتی بودجه بالغ بر 200 میلیون پوند را بابت انتقال کریستیانو رونالدو از جمع کهکشان های مادرید خرج کنیم. این مربی همچنان گفت علاوه بر کریست اظهار علاقه کردم مسی، فابرگاس و اینیستا را هم در تیمم داشته باشم، ولی بعید میدانم با توجه به سختی های کار و ممانعت های رقیبان همه این فوق ستاره ها را در تیم بگیرم. با تشکر از توجهتون. به پایان مجموعه خبری این ساعت رسیدیم. سپاس از همراهیتان. شاد و موفق باشید.